جلسه ششم هست داریم درس بررسی دعای ربانی رو و همدیگه ادامه میدیم این دعای زیبایی که واقعا پر هست از معنا و حقایقی که گاهی اوقات با ساده و سریع خوندن از این دعا به اونها نمیرسیم و خواستیم یه مقدار فرصت رو بگذاریم و این دعا رو به آرامی بشکافیم مورد ارزیابی قرار بدیم و بتونیم تا اونجایی که میتونیم این محتوا رو از توش استخراج بکنیم و بدونیم وقتی که عیسی مسیح به شاگردان خودش گفت که این دعا رو انجام بدید و مثل این دعا بکنید منظورش چی بود امروز ما چطور میتونیم الهام بگیریم چطور میتونیم بفهمیم چه حقایقی پشت این دعا نهفته است فوندانسیون این دعا چیه هست پیش فرض که باعث شده تا این جمله ها از زبان عیسی مسیح صادر بشه چه هست جلسه گذشته با همدیگه به واژه ما نگاه کردیم ای پدر ما واژه پدر رو مورد بررسی قرار دادیم و از زوایای گوناگون اون رو مورد بحث قرار دادیم امروز میخوایم به این از هفته گذشته در حقیقت به این واژه ما این مقدار بیشتر متمرکز بشیم و گفتیم که واژه ما در حقیقت به یک دستی و همبستگی ایمانداران داره اشاره میکنه که باید با هم یک باشیم باید نیازها و دردهای دردها و نیازهای یک دیگه هوشیار باشیم حساس باشیم ما اهل یک خانواده هستیم همه ما عضو یک بدن هستیم و نمیتونیم برای خودمون یک دنیای متفاوت رو داشته باشیم درسته سیاحت مسیحی یک بعدش انفرادی هست این تفحصی که در جهت شناخت خدا و رشد در ایمان مسیحی داریم یک مسافرت انفرادی هست اما یک بعد دیگه رو که نمیتونیم به همین سادگی ها از کنارش بگذاریم این هستش که این زندگی این سیاحت روحانی این سفر روحانی یک سفر روحانی جمعی هم هست دو روی سکه و نمیتونیم این این دو رو از هم جدا بکنیم دعای ربانی به ما یادآور میشه که درخواست های ما خودمهورانه نباشه و نیازها و طلب های دیگران رو هم توی نیایش های خودمون نزد حضور پروفیز پدر ببریم مارتین لوتر میگه دعای ربانی افراد رو به یکدیگر میبنده نزدیک میکنه ایشان رو به یکدیگر میتند به طوری که یکی برای دیگری دعا میکند و همه با هم به نیایش میپردازیم این یک شدن است که دردهای من رو دردهای شما میکنه این یه تن شدن هست که تنهایی من رو انزوای شما میکنه و این در هم تنیده شدن هست که نیاز من تبدیل به نیاز شما میشه اینجا هست که خانواده معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه جامعه ای از نجات یافتگان و ایمانداران که در یک شخص و بخششی که او فراهم آورده وجودشون به هم گره میخوره یک تنی که نه تنها میتونه برای یکدیگر و درخواستای هم دعا کنن بلکه این توانایی و آزادی و صمیمیت رو هم تجربه کردن که قادر هست تا در اعتماد به ضعف‌های های خودمون اعتراف کرده نیازمندی‌های همدیگر رو نزد برادران و خواهران خودمون ببریم کلیسا یه همچین جایی هست و جماعت مسیحیان چنین خانواده ای هست که دعای ربانی این زیبایی و کیفیت آسمانی و این واجه های قدسی به آواز در میاره که من میتونم اعتماد بکنم به تو برادر و خواهرم و نیاز خودم رو بدون اینکه حراسی داشته باشم که این حقایق وقتی از زبانم در میاد مورد سوء استفاده قرار بگیره به پیش تو بیارم تو تو هم برای من دعا بکنیم میتونم به آزادی دردها نیازها ضعفها افتهای خودم رو به حضور تو بیارم تو تو برای من دعا بکنین تا با هم دعا بکنیم درد من میخوام درد تو باشه میخوام این نیاز من رو تو احساس بکنیم یادم میاد یکی از دوستان تجربه تلخ خودش رو توی یک دعای جمعی به من میگفت و توی این گرد همایی که ایمانداران به ستایش و نیایش پرداخته بودن رهبر گروه از حضار توی جلسه دعوت میکنه تا در حضور خدا و یک دیگه به گناهان و قصورات خودشون اطلاف بکنن از خدا بخشش به و نه تنها از خدا بخشش به طلبن بلکه از برادران و خواهران خودشون هم ت... درخواست تفقد بکنن به هم دیگه کمک بکنیم به هم دیگه دلداری بدیم به هم, به هم روحیه بدیم الهام ببخشیم و فرصت عبادت نیکویی که قرار بود همه ازش لذت ببرند بعدا برای بعضی از افراد تبدیل به یک کابوس وحشتناک میشه بر از اینکه بعضی از این جوانها که در جلسه حاضر بودن به خطایا و اشتباهات خودشون اعتراف میکنن در دعا و میگن که خدا من چنین گناهی کردم من رو ببخش من در حضور جمع و مقدسین اعتراف میکنم که در این قسمت افتادم و سقوط کردم من رو بیامرز بعد از این اعترافات از زبان این افراد جاری میشه اسم این افراد توی لیست سیاه برخی از این آبدان قرار میگیره کسانی که اومدن تا خدا رو بپرستن و فرصت هر نوع مشارکت مسیحایی رو این افراد از دست میدن چرا به خاطر اینکه اعتماد کردن به برادر خواهر خودشون و دردها و اشتباهات و سقوطها و گناهان خودشون رو اعتراف کردن به این امید که خدا میبخشه مسیحیان هم من رو میبخشن و به من کمک میکنن تا بتونم یک مسیحی بهتری باشم دعای ربانی برای در هم شکستن چنین عادت عادت بی ای هستش که نیایش ها رو ما رو مسموم میکنه دعای ربانی دوستان عزیز آموختن این حقیقته که من اگر ما نشوم تنهایم تو اگر ما نشوی خیشتنی دعای ربانی به ما تعلیم میده که خدا نزدیکه و ما هم باید به هم نزدیک باشیم این دعای هستش که نه تنها عیسی از ما میخواد که هنگام نیایش به خاطر بیاریم وقتی که دعا میکنیم این نقشه رو توی ذهن خودمون داشته باشیم بلکه این دعایی هستش که خودش بعدا شخصا نزد پدر دعا میکنه یایتون هست انجیل یوحنا باب 17 آیات 20. و 21 یک ایسای مسیح تو دعا میکنه میگه درخواست من تنها برای آنها نیست بلکه همچنین برای کسانی که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهد آورد تا همه یک باشن همان گونه تو که تو ای پدر در من هستی و من در تو تو این دعای خانوادگی که عیسی به شاگردان خودش تعلیم میده بود دیگه این هم وجود داره نکته‌ای که برای من و شما ای ایرانی که اصلا یهودی نیستیم ارزش خیلی زیادی داره و اون نکته مهم جهان شمول بودن نجاتی هستش که مسیح برمقان میاره و هر وقت من در مورد جهان شمول بودن نجات صحبت میکنم منظورم رستگاری عام نیست بلکه در مورد وسعت نجاتی که همه اقوام و نجات‌ها رو در بر میگیره عیسی مسیح میگه توی یوحنا باب آیه 16 میگه گوسفندان دیگری نیز دارم که از این آقل نیستند آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد آنگاه یک گله خواهد شد با یک شبان و این اون بخشی از اون پیام انقلابی بود که بستر باور و انتظار یهودیان رو به لرزه در آورد بعضی فکر میکردن که وقتی که عیسی مسیح توی کنیسه تومار اشعیا رو قرائت نمود برای اولین بار و به, هز... به هزار که اونجا نشسته بودن اعلان کرد که او همون مسیح معود هست که اشعیا پیشگویی کرده بود این اعتراف اونها رو رنجاند و واداشت تا برای کشتن مسیح برخیزن یایتون هست توی انجل لوقا ایسای مسیح توی کنیسه میسته تومار اشعیا رو بر میداره و بعد از خون... خون... خوندن آن چیزی که اشعیای نبی پیشگویی کرده بود عیسی اینطور میگه میگه امروز این نوشته یعنی این نبوت هنگامی که بدان گوش فرامی دادی جامعه عمل پوشید ولی جمله ای که بعد میگه به نظر یه مقدار متفاوت هست از اون چیزی که به ما گفتن به ما گفتن وقتی که عیسی مسیح اعلان میکنه که او مسیح هست همه بلند میشن میگن که نه تو مسیح نیستی یا میخوان اون رو بکشن ولی وقتی که عیسی مسیح تومار اشعیا رو میگیره و نبوت های این نبی رو اعلان میکنه و میگه که الان تمام این نبوت ها در همین لحظه که اونها رو گوش کردید انجام پذیرفت لوقا به ما میگه که مردم چه واکنشی داشتن میگه همه از اون نیکو میگفتند و از کلام فیزامیزش در شگفت بودند اما صحبت های مسیح در اون کنیسه به اعلان مسیح بودن خودش ختم نمیشه عیسی اعلان دیگه هم داشت پیام عیسای ناصری تنهایی نبود که مسیحه بلکه توی ادامه صحبت های خودش از دو شخصیت دیگه اسم میبره که توی روایات کتاب کتب عهد عتیق ازشون اسم برده شده یه بیوزنی از شهر سرفه و نعمان سوریانی که مبتلا به جزام شده بود عیسی مسیح این دو شخص شخصیت عهد عتیق رو ذکر میکنه دو شخصی که یهودی نبودن و بعد میگه ایلیا و اش الیشا از طرف خدا نزد این غیر یهودیان فرستاده میشن تا رحمت و فیض خدا رو منعکس بکنن و در اونجا بود که واکنش شنوندگان در کنیسه تغییر میکنه وقتی که میشنون عیسی مسیح در خصوص دو غیر یهودی که تفقد و رحمت و فیض خدا رو توسط انبیای محبوب یهود تجربه میکنند به عیسی مسیح هم داره کار اونها رو انعکاس میده در زندگی خودش کلام خدا اون موقع میگه که آنگاه همه کسانی که در کنیسه بودند از شنیدن این سخنان برآشفتند و برخاسته او را از شهر بیرون کشیدند و بر لبه کویی که شهر بر آن بنا شده بود بردند تا از آنجا به زیر شفیان و عیسی مسیح در مورد نجاتی داشت صحبت میکرد که جهان شموله عیسی مسیح به اون اشخاصی که اونجا حاضر بودن در حقیقت همون صحبت های یوحنا رو انعکاس داد که من گوسفندان دیگه از آقلهای دیگه هم دارم که اونها هم باید در یک جا جمع بشن تا همه یک بشن و این یک بودن قوم یهود و غیر یهود برای اسرائیلی ها غیر قابل فهم و درک بود که چطور میتونم من یهودی که خدا انتخاب کرده و مرا وارد عهد با خودش کرده با یک یه غیر یهودی نجس یک جا جمع بشم و یهوه خدای اسرائیل رو بپرستم اما عیسی مسیح این دیوار جدایی رو برداشته و برای خودش ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امت مقدس و قومی که ملک خاص خداست ساخته و او قصد داره تا این خلقت نو رو به همین شکل یک پارچه نگه داره من و تو ما هستیم و آنچه ما رو ما می پدری هست که از طریق روح قدوس خودش عمل رهایی بخش پسرش رو توی دلهای ما به میوه می این آمرزش گناهان و رستگاری جاودان که به ما جاودان هستش که به ما یاد میده تا با یک دیگه این دعا رو به زبان بیاریم به یکی از مناسبت هایی که این حقیقت زیبا به یاد آورده میشه این اتحاد پرجلال به نمایش گذاشته میشه شام خداوند هست شاید به خاطر همین هستش که پولس رسول توی اول قرنتیان باب 11 میگه که هر که به شیوهی ناشایسته نان را بخورد در جام خداوند بنوشد مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود اما چرا پولس این هوشداری رو به کلیسای قرنتس میده به این خاطر که در بین این کلیسا جدایی ها اتفاق می افتاد. نگرانی پولس درک نادرست قرنتیان از صلیب مسیح و یا کار نجات بخش پسر خدا نبود چون اون رو خوب درک کرده بودن اما رنجش پولس به این خاطر بود که اونها بدن یک پارچه خداوند رو جدا کرده بودند و تفرقه و شقاق ها بر علیه دعا و آرزوی مسیح عمل میکرد دعایی که به یک بودن اینها متمرکز شده بود اگه اجازه بدید کمی تو این قسمت مبالغه کنم و بگم که اگر اتحاد ایمانداران دعا و آرزوی ما نیست همونطور که مسیح آرزو می کرد بنابراین شایسته شرکت در شام خداوند و حتی ادای دعای ربانی نیستیم دعای ربانی فریاد محبت و اتحاد رو به سر شکل جمعی این دعای خانوادی حقیقت دیگه ای رو هم ما یادآور میشه و اون برادری ایساست وقتی که عیسی از مردگان برخاست به مریم مجدلی ظاهر شد اگه یادتون باشه و بهش گفت نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر صعود نکردم بلکه نزد برادرم برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود میکنم همه ای ما این رو میدونیم که هر وقت دعا میکنیم به مسیح در مسیح و از طریق مسیح است که مناجات ما شنیده میشه مسیح اون محور دعای مقدسینه اما آیا تا به حال به این مسئله هم فکر کردیم که با مسیح هم دعا میکنیم بله به مسیح در مسیح و از طریق مسیح همیشه دعا میکنیم اما یه حقیقت دیگه این هم کتاب مقدس به ما یاد میده که با مسیح دعا میکنیم و در حقیقت شاید بهتر اینجور بگم که مسیح با ما دعا میکنه مسیح با ما و برای ما دعا میکنه هر هرچی باشه اسم ایسا امانویله خدا با ما خدا ماورای ما هست اما او در میان ما هم هست کلام خدا میگه که عیسی برادر ارشد ماست او کسی هستش که به ما قدرت میبخشه تا فرزندان خدا گردیم و البته اون همان کسی هستش که ما رو برادران خواهران خودش هم میسازه او هم ما رو فرزندان خدا میکنه و اون همان کسی هم هست که ما رو برادران و خواهران خودش میسازه ابرانیان اینطور میگه آن کس که مردم را از گناهانشان پاک میگرداند و آنانی که پاک میشوند همگی یک پدر دارند و این و به این جهت عیسی آر ندارد که آدمیان را قوم خود بخواند چنان که میفرماید نام تو را به قوم خود یا به قول هزارین و به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را هم خواهم گفت ما و عیسی عضو یک خانواده هستیم و پدر ما یکی است و به همین خاطر عیسی مسیح از اینکه ما رو برادران و خواهران بخواند آر ندارد او با ما و به همراه ما دعا می کند یا البته دعای ربانی نه تنها دعای شاگردان هست بلکه دعای مسیح هم هست اما شاید بعضی بپرسن که آیا کتاب مقدس به ما یاد نمیده که عیسی مسیح بدون گناه بود و عیسی هیچ وقت خطا نکرد؟ و اگر اینطور هست و عیسی مسیح مقدس بود و هیچ وقت خطا نکرد آیا میشه گفت که عیسی این دعا رو به همراه ما به لب میاره چون که تو این دعا از طلب بخشش هم صحبت میشه اگر مسیح گناه نکرده پس چطور میتونه طلب بخشش بکنه و اگر طلب بخشش برای یه مسیح جایز نیست بنابراین نمیتونه میگیم که دعای ربانی دعای مسیح هم نبود اجازه بدید یه پرسش رو این پرسش رو با یه پرسش دیگه جواب بدم آیا عیسی گناهان ما رو بر روی خودش نگرفت آیا عیسی مسیح برای ما گناه نشد او کسی را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم پولس میگه ایش آیای نبی همین واقعیت رو توی کتاب خودش منعکس میکنه وقتی که میگه خداوند تقصیر جمیع ما رو بر روی وی نهاد درخواست و دعای مسیح از به خاطر صلیب رفتنش این بود وقتی که عیسی مسیح روی صلیب رفت درخواست و دعاش این بود پدر اینها رو ببخش عیسی مسیح با ما و به همراه ما دعا کرد نویسنده رساله ابرانیان به ما میگه که عیسی در انسانیت ما سهیم شد مثل ما رنج کشید مورد حمله شریر قرار گرفت و در همه حیث همچون ما وسوسه شد گرسنه شد مورد بی احترامی و بی ادالتی قرار گرفت او خدا بود اما نه به بدو، دور از ما بلکه با ما در میان ما و به همراه ما هم دعا کرد نزد پدر تمام این تجربیاتی که خدمتون گفتم در دعای ربانی منعکس است دعای رهایی از شری دعای رفع گرسنگی دعای رفع بیعدالتی دعای بخشش عیسی مسیح برای بخشش ما دعا میکنه عیسی مسیح برای رفع نیازهای جسمانی ما دعا میکنه عیسی مسیح برای رفع شرارت و از بین رفتن و دوری شریر دعا میکنه عیسی مسیح دعا میکنه تا آرامش و صلح الهی و تمام ابعاد زندگی ما وارد بشه به قول سایپریان یکی از پدران کلیسا که میگه چقدر بیشتر درخواست و طلب ما در دعا به نام مسیح سمر بخش خواهد بود اگر آنچه را که می خواهیم در دعا در دعای وی بخواهیم این دعایی هستش که مسیح به زبان میاره و ما میدونیم که آن چیزی رو که مسیح به زبان میاره پدر میشنره چقدر سمر بخش خواهد بود که با مسیح دعا بکنیم و هم صدا بشیم